سپید و بنفش پوش العین در این مسابقه هستن که هفته پیش واقعا با لطف داوری نتونستن. اقلال هم با حسین حسینی، روزبه چشمی، غفوری، منتظری، اسماعیلی، تیام، باقری، شجاعیان، نورافکن، ابراهیمی و جباروف بازی میکنه. اولین حمله، اولین ورزشگاه بیرون از استادیوم هستن. من خودم واقعا به سختی تونستم خودم ورزشگاه برسونم. فرصت برای یاران استقلال. استاد به توی محبت خواهد فرستاد، خوبم میفرسته، فرصت برای تیم استقلال. کورنر دیگری رو میگیرن. جباروف، فرصت هست، یه موقع دیگه، یه ضربه از یاران استقلال و باز هم امید ابراهیمی. میزان عبدالرحمن، حال از راه دور نشانی که سنگین که خطرناک بود و میتونه دروازه استقلال رو باز کنه. برای محمد، دورتر احمد برمان، یه شوت از راه دور میزنه برمان، مجددن عمر ثابتو میشه، توی عمق میندازه. منتظری اشتباه کردن، توپ دوباره به عمر میرسه، ضربه رو هم میزنه و تیر دروازه استقلال میلرزه. نباید به این بازیکن فرصت بدن. نشون میده که چرا میگن او یکی از بهترین بازیکن فوتبال آسیاست. نگاه کنید، فوق العاده بود. البته توپو میزنه عبدالرحمن، به تیر یک میزنه. برای محمد، به اون نمیرسه. حالا مجددا اونها صاحب توپن. عمر سانتر او برای دروازه، خطرناک و ضربه سر اونها به بیرون میره. علینی ها بد جوی دفاع و بستن، شوت های او میتونه کارساز باشه. دروازه، یه ضربه سر، فرصت برای استقلال. چه توپی که گل نشد. حرکت خوب فرشید اسماعیلی، با این توپ چه خواهد کرد؟ یه پاس به جلو میتونه کارو تمام بکنه. فرشید حرکت میکنه، داور پنالتی میگیره. پنالتی برای استقلال. حالا کی توان روحی زدن این پنالتی رو داره؟ به نظر میسه روزبه چشمی میره توپو میخواد برداره. حرکت رو نگاه کنید، خط و کنار خط بیرون بمونن و درون محوطه جریمه نباشن. تیام به سمت دروازه، میره به سمت توپ، میذاره توی دروازه، توی دروازه، دروازه رو باز میکنه و نتیجه 1-0 میشه. ایران 1، امارات 0. یه گل ملی برای فوتبال ما، گلی که تیام مرد محبوب استقلالی هاست این روزها. 3 گل است در لیگ قهرمانان آسیا، خیلی با روحیه زد. باسم توپو میبینید، یارو 19 مهند سالم میزنه، فرصت از برای ماکوس برک، خطرناک این توپ، میگیره آفرین حسینی. یه سیو خوب داشت حسینی. عرایان 2-0 از الهلال جلو افتاد. الهلال هم میتونه تیم زود حذف شده این گروه باشه. پاس به بیرون برای استقلالی ها، فرصت برای استقلال. معمولا این موج تو ورزشگاه دنیا خیلی آروم تماشاچی ها پا میشن، ولی تماشاچی ما خیلی سریع این کارو میکنن. یه فرصت دیگه برای برگ، خوب شوت میزنه و حسینی هم خوب برمیگردونه. موقعیت برای استقلال، ببینیم با این توپ چه خواهند کرد. فرصت دارن، حتی ببینیم روی سانتر، ببینیم جباروف با توپ چه میکنه. فرصت از برای قربانی، دوباره بیرون میفرسته. یه موقعیت دیگه برای گل دوم استقلال، داره مهیا میشه این موقعیت. ضربه جباروف که برمیگردونن توپو. باقری، یه پاس خوب توی عمق برای یاران استقلال، تو سر توپ میزنه، حالا دروازه میفرسته. شجاعیان میتونه گل بزنه، ضربه رو هم میزنه شجاعیان. باز هم فرصت، ضربه نهایی هم با به بیرون از دروازه. برگ در کنار منتظری چه میکنه؟ ضربه سر، فرصت برای تیم العین، یه بار دیگه موقعیت و توپ برمیگرده. عبدالرحمن توپو میزنه، برنده دروازه، یه ضربه سر، حالا فرصت برای مارکوس برگ و احمد خلیل از راه دور ضربه رو میزنن و توپ بیرون میره. از پشت دروازه بهتر دیده میشه. نگاه کنیم، عرایان هم دقیقه 90 که 2-0 از الهلال جلو. اینجا فرصت برای تیم فوتبال، توپو سالم میرسونه به عبدالرحمن، او هم سانتر میکنه روی دروازه. نباید یاران استقلال بذارن اینطوری فشار بیارن. فرصت برای تیم العین و توی دروازه.
ببینیم حالا جابر رفت تیم استقلال چه میکنه. اینجا صحنه گل تیم علینو ببین، خوب بازی کردن و خوب زدن. مارکوس برد یه پاس عالی، فرصت برای علین، دفاع استقلال خالیه، باز هم موقعیت هست، یه موقعیت دیگه دارن اونجا. بعیده که دیگه این تیم آنچنان جدی روی دروازه استقلال بیاد و حمله کنه. یه فرصت هست برای فرشید باقری، ضربه رو میزنن، فرصت هست برای استقلالی ها و جابر انصاری که میتونست مرد باز هم پشت خط. یه بار دیگه موقعیت، فرصت برای تیم عین، موقعیت هست، برگ میزنه تو با. از اون طرف الاحبابی حرکت میکنه رو دروازه، یه موقعیت خطرناک، آفرین حسینی، خیلی خوب گرفت. با خسرو هیدری یه دیر خوب، فرصت داره برای سانتر، این کارو نکرد، تو سر توپ میزنه، حالا میفرسته، یه موقعیت، یه ضربه سر از جابر. چجور این توپ رو سر جابر فرود نیومد؟ پاس اشتباه بود. یه بار دیگه نصیب یاران استقلال میشه. حالا ببینیم با این توپ چه میکنن. یه موقعیت عالی، فرصت برای استقلال، همچنان ادامه داره این ضربه. سیب فرصت برای یاران استقلال و ببینیم این توپ بالاخره زده میشه یا نه. موقعیت هست برای استقلال، داور خطا میگیره، خطا به نفع تیم العین میگیره. قبل از اینکه به دروازه‌بان برسه توپو زد، اما خب یه جورایی کف با هم بود دیگه. دیاکی ابراهیم، مارکوس برگ توپو میزنه و حسینی میگیره. شاید این آخرین بخت استقلالی ها باشه، خسرو میدونه وقتیست، بلند میزنه توپو. یه ضربه سر، فرصت برای استقلال. وای امید ابراهیمی، چه خواهد شد؟ روز به چشمی اونجاست. خسرو میزنه توپو. یه ضربه سر به روی دروازه، مهند بر میگردونه و داور هم سوت پایان بازی رو میزنه.